پس از ماجرای وایس ظریف و مقایسه‌ای که با داستان زهرا امیر ابراهیمی پیش آمد، زهرا امیر ابراهیمی نیز ساکت نماند و در توییتی به این ماجرا واکنش نشان داد. او در توییتی نوشت: تازگی ها میبینم عده‌ای هر فایل خصوصی و محرمانه‌ای که از هر کسی منتشر میشه رو با داستان من مقایسه میکنن و میگن زشته، نکنی. حالا طرف میخواد وزیر مملکت باشه یا آزارگر. مصداق از اونور بوم افتادنه. حالا دومی بسته به موردش جای بحث داره، ولی مرد دو دوزه باز سیاست کجا و من کجا گرفتاری شدیم. 15 سال پیش ویدیویی از زهرا امیر ابراهیمی بازیگر سینما و تلویزیون منتشر شد. ایران را تکان داد و تبعات ماندگاری در جامعه داشت و فصلی تازه در آسیب شناسی لایه‌های زیرین جامعه ایران بود. حالا چند روز پیش زهرا امیر ابراهیمی درباره هویت فردی که در سال 85 ویدیوی خصوصی او را منتشر کرده بود افشاگری کرده که موجی از واکنش ها به همراه داشته و تکانی جدید به افکار عمومی داده است. زهرا امیر ابراهیمی متولد سال 1360 می باشد. او در سال 85 در اوج شهرت و جوانی ناگهان با بحرانی بزرگ در زندگی شخصی، حرفه‌ای و اجتماعیش روبرو شد. او در آن مقطع با سریال پربیننده نرگس و در نقش زهره دختر کوچک شوکت به شهرت فراوانی رسیده بود و در حالی که در اوج قرار داشت ناگهان یک شب همه چیزش را از دست رفته دیده بود. ویدیوی شخصی از امیر ابراهیمی منتشر شد که نه تنها در زندگی او یک زلزله ایجاد کرد، بلکه جامعه ایران را هم لرزاند. این ویدیو در مدت کوتاهی بارها تفسیر و توضیح شد. بخش زیادی از حافظه گوشی‌های کم حافظه آن زمان ایرانیان را اشغال کرد. آمار ترسناکی در آن مقطع درباره این ویدیو منتشر شد. ادعا می‌شد که این ویدیو 4 میلیون بار تکثیر شده و حدود 4 میلیارد تومان گردش مالی داشته است. عددی که برای سال 85 نجومی به حساب می آید. در همان مقطع برخی مدعی بودند که این ویدیو حدود 12 میلیون نفر بیننده داشته است. آمار تکان دهنده‌ای که حیرت سیاستمداران و جامعه شناسان را در پی داشت. در آن مقطع زهرا امیر ابراهیمی انتساب آن ویدیو به خودش را انکار کرد و آن را یک تهمت ناروا نامید. این بازیگر تلویزیون به روزنامه گاردین گفت: منکر شباهت‌هایی که هنرپیشه فیلم غیر اخلاقی با من دارد نیستم، زیرا با استفاده از امکانات گریم میتوان فردی را شبیه دیگری ساخت. ضمناً اطلاعاتی در مورد تکنیک‌های مونتاژ دارم و می دانم که با استفاده از آن می توان چهره فرد مورد نظر را خلق کرد. ظاهراً او تصور می کرد که انتشار این ویدیو کار نامزدش بوده است. در آن زمان پسر جوانی که زهرا امیر ابراهیمی او را نامزد خود خوانده بود به یکی از کشورهای همسایه فرار کرده که با اقدامات پلیس به کشور بازگردانده شد. اطلاعات زیادی از او در دست نیست. گفته می شود وی پس از رفع اتهام مهاجرت کرده است. ماجرای زهرا امیر ابراهیمی جدا از ابعاد اجتماعی آن باعث شد که زندگی حرفه‌ای این بازیگر نابود شود. یک سال گذشت، تب آن کمی فروکش کرد. با این حال همچنان موضوع بسیار حساسیت برانگیزی بود. زهرا امیر ابراهیمی نمایشگاه عکسی برگزار کرد که بازتاب زیادی داشت. احتمال آن می رفت حواشی برای نمایشگاه ایجاد شود که البته این اتفاق رخ نداد. امیر ابراهیمی پس از مدتی ایران را ترک کرد و به فرانسه رفت. او در آنجا سعی کرد از صفر شروع کند و در تئاتر فعالیت کرد. او در فرانسه در چند فیلم سینمایی نیز نقش آفرینی داشته است. زهرا امیر ابراهیمی اهل رسانه و گفتگو با رسانه ها نبود. از سوی دیگر او در تمام این 13 سال سعی کرد درباره ماجرایی که برایش رخ داده بود حرفی نزند، تا اینکه 23 آذر ماه سال 98 در برنامه ماهواره چند شنبه با سینا اعلام کرد شخصی که فیلم خصوصی او را پخش کرد مجید بهرامی بوده است. بنا به گفته امیر ابراهیمی، مجید بهرامی در اعترافات خود به مراجع قانونی خود را بیمار روانی توصیف کرده است. امیر ابراهیمی این موضوع را پس از اعترافات بهرامی و همچنین حکم دادگاه متوجه شده است.
امیر ابراهیمی میگوید مجید بهرامی به خاطر انتشار ویدیوی خصوصی او به 6 ماه حبس و برای دیگر فعالیت‌های مشابهش به 6 سال حبس محکوم شده بود و نهایتاً چند ماهی را در زندان گذرانده و پس از آن آزاد شده است. امیر ابراهیمی همینطور خاطر نشان کرد مجید بهرامی هرگز به خاطر اقداماتش ابراز ندامت و عذرخواهی نکرده است. مجید بهرامی بازیگر تئاتر بوده که در طیف دوستان زهرا امیر ابراهیمی و نامزدش قرار داشته است. با این حال او توضیح نداده که آن ویدیو چگونه به دست مجید بهرامی رسیده است. سرنوشت مجید بهرامی هم تلخ است. او پس از این ماجرا با فعالیت‌هایش در حوزه تئاتر به یک بازیگر مشهور تبدیل شد. البته در این بین بیماری مجید بهرامی نیز باعث شد که دوستان و همکارانش بیشتر برای موفقیت او تلاش کنند و به او یاری برسانند. مجید بهرامی در حالی که در دهه سوم زندگیش بود به یک بار با بیماری سرطان مواجه شد و با این بیماری درگیر بود. تا مدت‌ها مجید بهرامی به خاطر جدالش با سرطان به عنوان نمادی از زندگی در افکار عمومی تبدیل شده بود. او چند سالی با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد که در پایان در روز شنبه 24 آبان ماه سال 93 در 37 سالگی درگذشت. مراسم تشییع مجید بهرامی با حضور گسترده هنرمندان برگزار شد. تا کنون هیچ یک از هنرمندان تئاتر و خانواده مجید بهرامی به ادعای زهرا امیر ابراهیمی واکنشی نشان ندادند. اما افکار عمومی در روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای به ماجرا داشته است. بسیاری از این واکنش‌ها در دلجویی از زهرا امیر ابراهیمی است. کاربران شبکه‌های اجتماعی از او به عنوان یک زن مقاوم و صبور یاد می‌کنند که توانسته پس از تحمل یک شوک عظیم در زندگی خود بایستد و مبارزه کند. برخی نیز سوال‌هایی مطرح کردند. اینکه چگونه آن فیلم به دست مجید بهرامی رسیده است یا میپرسند که چرا زهرا امیر ابراهیمی این همه سال در این باره سکوت کرده است. عده این سوال را پرسیده اند که نامزد امیر ابراهیمی دچار چه سرنوشتی شده است. کاربرانی نیز به مجید بهرامی میپردازند. عده ای میگویند او تاوان کارش را داده و عده دیگر معتقدند کاش او در قید حیات بود و امروز به این حرف ها پاسخ میداد. کاربرانی هم با اینکه بگویند سرطان بهرامی عقوبت کارش بوده مخالفند. کاربری نوشته است سرطان عقوبت الهی نیست، سرطان کارمان نیست، سرطان هیچ ربطی به اخلاق و رفتار و کردار آدم ها نداره. سرطان صرفاً یک بیماریه که ممکنه برای هر کدوم از ما اتفاق بیفته، حتی اگر بهترین آدم دنیا باشیم. بیماران و خانواده هاشون رو با این حرفا آزار ندید.